سلام دوستان، من فیروز نادری هستم. میخواستم چون یک خبرهای ضد و نقیض هست درباره اینترنت ستارلینک و چه جوری کار میکنه اطلاعات مختصری بهتون بدم. و اون اینه که خبرهای خوبش، دولت آمریکا این چیزهای مربوط به اینترنت استارلینک و غیره رو از تحریم های ایران در آورده. اون خوبه. ایلان ماسک و کمپانیش این ساتلایت ها رو از در فراز ایران که میگذرن اکتیف کردن، اینم خوبه. ولی حالا قسمت بعدیش اینه که خب این ساتلایت ها باید با یک گیرنده هایی روی زمین، یه ترمینال هایی روی زمین وصل بشن، و این ترمینال ها فقط و فقط با ترمینال های خود استارلینک کار میکنه. با گوشی شما، با نرم افزارا، با چیزهای دیگه که مقدار مردم در بارش صحبت میکنن این کار نمیکنه. باید ترمینال خود استارلینک باشه. یک آنتنی داره مستطیل، مسطح، تقریبا نیم متر در 30 سانت اون هست. بعد یک راوتر مخصوص خودش هست که میفرسه و شما با گوشیتون توسط اون راوتر و توسط اون آنتن با ساتلایت میتونین رابطه برقرار کنین. خب این چیز صحیحش هست. حالا خیلی از دوستان میگن که دوتا چیز، یکی این که توی یوکرین این دو روزه این کار انجام شد و 7-8 هزار ترمینال رفت توی یوکرین، چرا به اون سرعت ما نمیتونیم توی ایران کار کنیم؟ دلیل اساسیش اینه که حکومت یوکرین پذیرای این ترمینال ها بود، درخواست کرده بود که این ترمینال ها بیان توی کشور. همونجور که میدونین این کاملا با وضعی که در ایران هست فرق میکنه. حکومت مانع، نه تنها پذیرا نیست، مانع. بنابراین به اون راحتی نیست که ترمینال ها رو توسط UPS یا چیز دیگه ما بفرستیم ایران. این یکیش هست. یکی دیگه این که دوستان میگن خب حالا اگرم بیاد گرونه، شما میگین که هر ترمینال 600 دلاره، آبونمان ماهیانش سابسکرپشنش 135 دلار در ماه هست، ما که نمیتونیم اینو بدیم. ببینیم، این هیچ وقت قرار نبود که بیاد و به کلن جایگزین اینترنت که داشتین بشه. اون تا این دولت نرفته اون کار عملی نیست. این فقط یک وسیله هست که اگر که دولت بخواد کاملا مطلقا همه چیزو خاموش بکنه، داشته باشیم یه وسایلی که بشه توسط اون از ایران به بیرون، از بیرون به ایران با نقاطی مختلفی. درباره ما داریم درباره چند صد ترمینال صحبت میکنیم، نه میلیون ها ترمینال که عملی نیست. بنابراین اونهایی که ناراحتن که نمیتونن پولشو بدن، یعنی اصلا قرار نبود یه چیز حالت عمومی پیدا بکنه. حالا شما دوستانی دارین این ور آب که دارن سعی میکنن که ترمینال تهیه کنن، به یک نحوی وارد ایران کنن. لازم به شرح نیست که در این باره صحبتی توی صفحات مجازی نخواهد شد، شرح داده نخواهد شد، کیش چیزی شیپ شده یا نشده، رسیده یا نرسیده، کی پشت سر اینا هست. اینا فکر کنم موضوعی نیست که میشه راحت دربارش صحبت کرد. و اگر هم خبری ندیدین از دوال خارج نیست، یا نشده یا اینکه شده ولی کسی حاضر نیست دربارش حرف بزنه. در صورت همه دارن سعی خودشو میکنن به امید پیروزی.